خب هرسمه، یال و کوپال این یل پیلتن را چگونه به کمند اسارت کشیدی؟ امیرزاده بزرگ، سپاه رافی را که شکستیم گریخت و به کلبه پیرزنی پناه برد. او را یافتیم و به خدمت آوردیم. این از بد روزگار است که شکارچی از شکار در بند خیش امان بخواهد. من حقیقتاً در عجبم از نامردانی که علم طغیان برمی‌دارند، می‌کشند و می‌سوزانند و چون با سرداران حکومت رو در رو می‌شوند، فرار می‌کنند و به کلبه پیرزنان پناه می‌برند. ببینم سردار، تو چگونه به این خفت و خاری تن دادی؟ چرا چون مردان پای مردی نکردی و نجنگیدی؟ آیا مرگ این همه سخت است که چنین حقارتی را باید بران روچان داد؟ حال بگو ببینم با تو چه کنم؟ بر من منت گذار و فرمانده تا سر از تنم جدا کنن که بیش از این تاب این زندگی ننگین را ندارم. تو را راحت کنم؟ مرگ برای تو پاداشی گرانبهاست. تو اگر طالب مرگ بودی چرا در نبرد پای مردی و استقامت نکردی تا هلاک شوی؟ به گذشت و خردمندی امیرزادی بزرگ امیدوار بودم. مگر من جز حقیقت چه گفتم که حال امید خود را از دست داده ای؟ سخن ناسواب چاکران درگاهت را باور کردی و از حقیقت دور افتادی. بدان هیچگاه شمشیر من سینه هیچ زن و کودکی را ندریده است و هیچ رعیتی از من و سپاهیان من رنجی ندیده است جز این از سردار. حرف بزن سردار، دروغ میگویم؟ حرف بزن. راست میگوید. و دیگر اینکه با زهر کلامت دل مرا که اسیرتان هستم شکستی، آیا این کار در مذهب و مرامت معصیت نیست؟ بیا تا با هم داد و ستدی داشته باشیم. من از خون تو میگذرم و تو از گناه من درگذر. منصفانه نیست؟ چه میگویی؟ نه. چرا نه؟ با آبروی ریختم چه کنم؟ عذرخواهی من آبروی تو را باز نمیگرداند؟ خدا از گناهان همه ما بگذرد. نه راف ابن لیس، تو باید بگذری. من گذشتم. من نیز از خون تو میگذرم، البته به حکم مسئولیتی که دارم باید مدتی تو را تحت نظر داشته باشم تا هرسمه فرصت کند بازمانده آتشی را که افروخته ای خاموش کند. شنیدی هرسمه؟ امیر، هرچه زودتر بازمانده این قاله را از میان بردار و منتظر دستور ما باش. اطاعت امر یا امیر. برو. بازش کنید. عرضی دارم امیر بزرگ. رجا، چرا بدون اجازه وارد شدی؟ عفو بفرمایید، مسئله مرگ و زندگی است. از بغداد نشد. همکنون خبر آوردند که سپاهی گران با ساز و برگ جنگی از بغداد به سوی خراسان در حرکت است. از بغداد؟ به چه منظور؟ آنگونه که قاصدان خبر آوردند، فرمان دارند تا به مرو هجوم آورده و امیرزاده بزرگ را دست بسته به سوی بغداد روانه سازد.
دست مرا ببندند؟ پیداست که صفیحان برادرم را زیر نفوذ خود گرفتند و در گوش او سخنان ابلهانه میگویند. همه شما شنیدید که همکنون به این مرد چه گفتم. آیا ممکن است که من بیباور به کلام خیش سخنی بگویم؟ خدا گواه است که اگر ضرورت داشته باشد تا آخرین نفس می جنگم و هرگاه که مرگ خیش را مقدر بینم مثل علی ابن ابی طالب فست و به رب الکعبه سر می دهم. آن نادان که برادرم را به قتل من تحریک کرده است خود اینک می داند که اگر اراده کنم خلافت و حکومت هر دو در چنگم است. در گوش امین چه گفتند که فراموش کرده است زمامداری بر تن من بیش از هر کس دیگری برازنده است. هرچند من بر تن خیش خصال سروری و خلافت بر نگزیدم و هیچگاه چه در پنهان و چه در آشکار از خلافت سخن نگفتم، اما پیداست که خلافت همچون عاشقی که به معشوق خیش عشق می‌ورزد دلداده من است. خدا شاهد است که اگر خواستار حکومت بودم و امین فرصت اندیشه نمیدادم و با یک حرکت دست کار او را یکسره میکردم. اما چه کنم که پیمان شکن نیستم و به عهدنامه هارون حرمت میگذارم و از کفاره سوگند خیش بیمناکم. علیه من بسیج سپاه میکنید؟ وای از روزی که قطره خون مسلمان در قلمروی من بر زمین ریزد. آن روز پایان کار و زندگی شما خواهد بود. یا امیر، رخصت دهید به عنوان بزرگان خاندان عباسی قدم پیش گذاشته و پیش از اون که خون مسلمانی بر زمین ریخته شود وسوسه خناسان را به خودشان بازگردانیم. نه عیسی، پاسداره خون مسلمانان با من است. آنچه بر زمین میریزد خون پیمان شکنان است. آن کس که خود راه تباهی برگزیند باید همان بیند که سزاوار اوست. چه میخوایی؟ وزیر بزرگوار، عیسی جلودی، ابو یونس و ابن ابی عمران از من خواستند مخفیانه این نامه را به بغداد برسانم. نامه؟ فکر کردم شاید شما بخواید از مضمون آن آگاه شوید. بده ببینم. تو رعیت با وفایی هستی، پاداش این عملت نزد ما محفوظ خواهد بود. برو و برسان. خدمتگزارم سرور من. صبر کن. از تو قاصدی مطمئن‌تر نمی‌یابم. هر دو را برسان. این نامه امیرزاده عبدالله مأمون است به برادرش محمد امین. اگر جوابی برای این سبله داشتی قبلا به رویت من برسان. خیانتکاران نمک نشناس. خیانتکاران نمک نشناس به امین کرنش کردند و از ابن ربی دلجویی نمودند و در این حال سعی کردند اخبار ما را به ایشان برسانند. آیا این جاسوسی نیست؟ خیانت درباریان سخن تازه‌ای نیست. درست است، ولی در این موقعیت. کدام موقعیت؟ هیچ
آنقدر ناگوار است که حتی جرأت نداری بر زبان جاری سازی؟ راستش را بگو، از چه نگرانی؟ امین سپاه عظیمی به جانب ما روانه ساخته. جنگ دو برادر؟ آری. مگر این همون چیزی نبود که تو میخواستی؟ چرا؟ اما نه به این زودی. فرصت میخواستم تا سپاه مجهزی آماده سازم. ما باید در این جنگ پیروز میشدیم و این قدم اول بود. ولی اکنون پیروز نمیشوید؟ نه، نمیشویم. به مأمون گفتم که پیروز میشویم ولی دروغ گفتم. گفتم که خون سرد باش، گفتم که به خروش توانمند جلوه کن و او چون کودکی مطیع همان کرد که من خواستم. ولی دروغ گفتم. من بیش از مأمون ترسیدم و از عاقبت کار بیمناکم. عیسی ابن ماهان 70,000 سپاه در اختیار دارد ولی ما طاهر ابن حسین را فقط با 5,000 نفر به مقابل او میفرستیم. مشکل از آزرداخت مشکل است. فرمان روایی همیشه مشکل است فضل، به خصوص که از آن تو نباشد و بخواهی آن را با تدبیر به چنگ آوری. اگر از این جنگ پیروز بیرون می آمدیم ما بقیه راه چندان مشکل نبود. چرا؟ بود. عیسی ابن ماهان حتی اسمش را از دیگران پنهان داشته. نام او بیش از سپاهش برای مردم این سامان هراسناک است. اگر بفهمند چه کسی به سویشان می آید احدی دست به شمشیر نخواهد برد. حتی ممکن است همه ما را دست بسته تحویل او دهند. شاید هم برعکس. هیچ مردمی پایدارتر از کسانی نیستند که به کمال ترسیده باشند. قرار ما چیز دیگری بود، اما در تدبیر خود خطا کردم. اگر مردم ندانند دشمن کیست کار او را سهل و آسان می شمارند و در سرکوبیش سستی می کنند. نباید نام او را مخفی می کردیم. باید همه بدانند با چه جانور خونخواری روبرو هستند. که اگر بر ایشان مسلط شود چه به روزشان خواهد آورد. دشمن هرچه کین توستر و خونخوارتر، عزم مردم در نابودیش استوارتر. اما تو گفتی ممکن است از شنیدن اسم عیسی ابن ماهان بترسند و هزیمت کنند. آری گفته بودم، اما غافل بودم از این نکته که جماعتی پایدارترند که به کمال ترسیده باشند. اسم من عبدالله مأمون است. اگر قصد هلاک ما داری بی جهت خواب خوش بر خود حرام ساخته ای حاکم. می توانستی تا صبح صبر کنی. چون این قصدی ندارم. وصف شما را از فضل شنیدم و فکر کردم بهتر از خودم با شما چند کلمه ای صحبت کنم. ما میدانیم فضل به تو چه گفته است، ولی بهتر بود از اون میپرسیدی پدرت با ما چه کرده است. پدرم دشمن شما بود.
و شادمانی شما در مقابل شنیدن خبر مرگ او چندان عجیب نیست. خب پس بگو چه چیز پسر هارون را وادار ساخت تا این وقت شب ما را به تالار قصر خود فراخواند؟ به فرمان برادرم امین، علی ابن عیسی ابن ماهان با 70,000 مرد به جانب خراسان در حرکت است. علی ابن عیسی ابن ماهان؟ خب باشد. حرکت عیسی ابن ماهان چه ارتباطی میتواند با ما چهار زندانی پروبال شکسته داشته باشد؟ او به جنگ شما میآید. سهم ما قل و زنجیری است که گرفتار آنی. درست است، او به جنگ ما میآید. ولی میدانید اگر من شکست بخورم و عیسی ابن ماهان بر خراسان چیره شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او پیش از اینم بر خراسان چیره بوده است. ما مزه حکومتش را چشیده ایم. ولی این بار با چنان کینه ای باز میگردد که آتشش خانه و کاشانه همه شما را یک جا خواهد سوزاند. ما خانه و کاشانه ای نداریم امیرزاده. خانه و کاشانه ما زندان همین قصر است که اگر بسوزد و ظالم و مظلوم را یک جا بسوزاند باعث مسرت ما خواهد شد. خودتان را به نفهمی نزنید. شما از شیعیان و پیروان خاندان علی بودید که بر عیسی ابن ماهان شوریدید و حکومت او را دستخوش آشوب ساختید و پدرم را وادار به عزل او نمودید. او 5 سال در زندان هارون به امید چنین روزی زنده بوده است تا بازگردد و انتقامش را از همه شما باز ستاند. اکنون بازگشته است. فکر نکردید که چرا از بین همه سرداران امین او داوطلب چنین مأموریتی شده است؟ اگر او به من دست یابد چاره ای ندارد جز آن که مرا با عزت و احترام روانه بغداد سازد. همین. اما چنان تقاصی از ایرانیان و شما شیعیان علی خواهد ستاند که نه تا کنون دیده اید و نه به گوشتان رسیده است. فرض میکنیم که چنین باشد، از ما چه کاری ساخته است؟ پیشنهاد میکنم دست در دست من بگذارید و به کمک هم او را از میان برداریم. نیرنگ! نیرنگ! بنی عباس با نیرنگ زنده است. با یک تیر دو نشان رفته. میخوایی هم ما را به اطاعت خیش وادار سازی و اعتبار من را به عنوان طایفی از طالبین کرگز با خاندان عباسی از در سازش در نیامده اند لچه‌دار کنی؟ و همی سبن ماهان را از سر راه برداری و خود را قدمی به خلافت نزدیکتر کنی؟ نه اینطور نیست. فقط پیشنهاد میکنم که دشمن مشترکی را از میان برداریم و آنگاه هر کدام از ما همان راهی را در پیش گیریم که خواستار آنیم. امیرزاده، بهتر است بدانی که تو، امین یا عیسی ابن ماهان هیچ کدام برای ما فرقی ندارید. ما همه شما را دشمن خیش میدانیم و نمیتوانیم به کمک یکی در مقابل دیگری برخیزیم. درست است، شما همه ما را دشمن میدارید. اما فرق من آن است که خود را حاکم خراسان میدانم. پس خراسانی باید باشد تا من بر آن حکومت کنم. اما عیسی ابن ماهان میخواهد که نباشد. کدام بهتر است؟ اگر ما موافقت کنیم تو چه میکنی؟ ما را آزاد میسازی؟ آری؟ اگر ما را آزاد سازی مطمئن باش روزی میرسد که سخت پشیمان خواهی. ممکن است. ما هیچ تعهدی در مقابل تو نداریم و اگر قدرت یابیم تو را نیز از حکم فرمایی بر ممالک اسلامی محروم خواهیم ساخت.
اگر عیسی ابن ماهان شکست بخورد با ما چه خواهی کرد؟ چه تضمینی وجود دارد که ما اولین قربانیان پیروزی تو نباشیم؟ هیچ تضمینی نیست، ولی فعلا فرصت چنین کاری را نخواهم داشت. اگر عیسی ابن ماهان را بشکنیم، من مجبورم به جانب بغداد حرکت کنم و کار برادرم را یکسره سازم. اما اگر روزی از این کار فارغ شوم و به خلافت دست یابم، مسلماً شما را آسوده نخواهم گذاشت. ما باید فکر کنیم. باشد، فکر کنید. اکنون؟ به زمان نیازمندیم. نه، زمان دشمن ماست. باید هم اکنون تصمیم بگیرید. نمیتوان فکر کرد. تعدیه سربازانت به شهرها و روستاها پرهیز کن. دست هیچ سربازی نباید به جان و مال مردم دراز شود. فراموش نکن که در حال حاضر ما به حمایت این مردم سخت نیازمندیم. و هر آبادی که میرسی جارچیان را بفرست تا به گوش همگان برساند که عیسی ابن ماهان بدین سمت در حرکت است. همه باید بدانند که چه خطری تهدیدشان میکند. هرچه مظالم گذشته او را بیشتر یادآور شوی و حضورش را خطرناکتر جلوه دهی، زودتر دست یاری به سویت دراز می کنند و به مقابله با او برمی خیزند. طاهر، آنچه که امیرزاده بزرگوار به تو دوش زد می کنند رمز پیروزی ماست. یک لحظه هم از آن غافل مشو. اطاعت. بسیار خوب، برو. خدا به همراهت. خدا حافظ. سلام بر امیرالمومنین. ساکت. بالاخره گرفتمش. بالاخره این شیطان کوچک را گرفتمش. دیدی بالاخره گرفتار شدی؟ این ماهی گوشواردار را که میبینی هم زیباست هم گریزپا. بیش از 10 روز است که در کمینش نشستم. خب تو چه میخواستی؟ قاصدی از مرو آمده و 2 نامه با خود آورده است. کسی
کثیر. قسم خورده بودم که تا ماهی گوشواردار دیگری نگیرم اجازه ندم که از زندان آزادش کنند، اما حالا که این جانور زیبا را گرفتم به عهد خود وفا میکنم و اجازه میدم که آن جانور دوپا آزاد شود. نگهبان! نگهبان! فوراً به زندان برو و کثیر را نزد ما بیاور. برو! خب جناب وزیر، گوشم با شماست، بگو چه میخوایی؟ از اینکه توجه امیر را از امور مهم باز میدارم پوزش میخواهم. میخواستم به عرض برسانم قاصدی از مرو آمده و دو نامه برای شما آورده، یکی از جانب عیسی جلودی ابو یونس. چه؟ ضمن ابراز بندگی و جان نثاری استدعا کردند که آنها را مورد عفو قرار دهید. غلط کردند، استدعا کردند، هیچ بخششی در کار نیست. گفتم وسط همین تالار گردنشان را میزنم و خواهم زد. امر شماست، ولی اگر اجازه بفرمایید مدتی از وجودشان استفاده کنیم و از اوضاع و احوال مرو و اسرار فضل ابن سهل و مأمون مخبر شویم، ضرری نخواهد داشت. خیلی خوب استفاده کنید، ولی یادت باشد که گردنشان را خواهم زد. نامه دوم از امیرزاده عبدالله مأمون است. لابد او هم ابراز بندگی نموده و طلب بخشش کرده، ها؟ خیر، هیچ کدام. پس چه کرده؟ امیرالمومنین را نصیحت کرده و میثاق مکه را گوشزد نموده. به ما گوشزد نموده؟ باز کن. تو بیا بیرون. چه شده؟ بیا، امیرالمومنین تو را خواسته است. برای چه؟ ما نمیدانیم، دستور داده تو را به حضورش ببریم. شاید تو را بخشیده باشد. شاید هم میخواهد سرم را به دست جلاد بسپارد. بعد از این مدت؟ آری، همه چیز ممکن است. اگر زنده ماندم به سراغتان میایم. و اگر نیامدم بدانید که عجله کن. عهد آرون دیگر گذشت، اکنون عهد من است. اگر میخواستم پای بند عهد و میثاق انواد باشم که دیگر نمیتوانستم حکومت کنم. این عهدنامه پوسیده دیگر هیچ اعتباری ندارد. از این پس دستور خواهم داد در تمام خطبه نام مأمون را حذف کنند. من پسرم موسی را به جای او به ولیعهدی منصوب میکنم.
شما اینجایید مادر جان؟ چشم شما روشن. کنیزان مطبخی میخواهند جای شما را بگیرند. پسر مراجل زرخرید میخواهد جانشین من شود. واقعا که روزگار واژگونه ایست. نطفه بی مقداری که در حال مستی منعقد شده اینک آرزوی خلافت در سر میپروراند. برای فضل ابن ربیع تعریف کنید که مادر مأمون که بوده. ابن ربیع، میخوایی بدانی که مادر مأمون که بوده و خود چگونه به دنیا آمده است؟ نه فرزندم، آرام باشید. هرگز، این رازداری و پنهانکاری شماست که باعث جسارت او شده. همه باید از گذشته حقارت آمیز او باخبر شوند تا حد خود را بداند. واقعا که شنیدنیست. سالها پیش همین بانوی بزرگ با پدرم شرطی میبندد و برنده میشود و برای تنبیه او دستور میدهد تا با کنیزی کری هلمنظر که در زشتی با افریتگان دوزخ برابری میکرد هم بستر شود و مأمون یادگار همان الهه عذاب است که اکنون خواب خلافت میبیند. آیا چنین نبوده بانوی بزرگ؟ باز هم سکوت؟ باز هم پنهانکاری؟ آخر تا کی؟ امان از گناه دیروز که عذاب امروز است. ابن ربیع، حالا برو و تمام دستورات مرا اجرا کن. بگو نامان کنی ساده بی سر و پا را از تمام خطبه ها بیاندازند و پسر موسا را به جانشینی من معرفی کنند. برو. صبر کنید. گمان میکنم اشتباهی پیش آمده. دروازه مدینه از این طرف است. میدانیم. پس از اون طرف به کجا میروید؟ به خانه پسر رسول خدا. برای چه؟ برای زیارت. فقط زیارت؟ زیارت و کسب اجازه. اجازه؟ باید ببینیم که آیا اجازه میدهد به خواسته تو عمل کنیم و مردان قبایل خیش را روانه کارزار سازیم یا نه. برای کمک به خلیفه از ابوالحسن اجازه میگیرید؟ مگر تو مخالفتی داری؟ البته که مخالفم. مگر شما با من عهد و پیمان نبستید؟ هیچ عهد و پیمانی بدون موافقت پسر رسول خدا اعتباری ندارد. درست. آیا شما نبودید همکنون مورد لطف و مرحمت خلیفه قرار گرفتید؟ پس بهتر است لطف و مرحمت خلیفه را به بعد از ملاقات با پسر رسول خدا موکول کنید. کجا می روید؟ صبر کنید. چه خبر است؟ چه می خواهید؟ به خانه هایتان بروید. چه شد؟ ابوالحسن اجازه نداد. فرمود مؤمنین نباید در این فتنه مداخله کنند. فرمود اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. باز کن. شما دو نفر جمع کنید بیایید. برین عقب، برین عقب، برین عقب.
ببند. با عجله خود را به دروازه شهر برسانید. غلامی با سه اسب منتظر است. این انگشتر را به او نشان بدهید و آماده سفر شوید. مگر تو نمی آیی؟ چرا؟ کار کوچکی دارم، باید به انجام برسانم. به زودی به شما ملحق می شوم. بروید، بروید. برویم. آهای پسر، ایشان را به بیرون قصر راهنمایی کن. باید همینجا منتظرش بمانیم. شما اینجایید؟ کجا بودی؟ بازی میکنن. بکشیدش. چه شده است؟ نظام میفرمایم. بکشیدش. بکشیدش. بکشید، بکشید. بکش. را بکشد فوراً ببرید از دروازه شهر آویزانش کنید. نیامد. صبر. غلام گفت همینجا منتظر بمانه.
که منتظرش بودین. چه باید بکنی؟ هیچ. کاری از ما سخت نیست. صبر می‌کنیم موضوع آرام شود. بعد بی سر و صدا از دروازه خارج می‌شویم. این ملعون به جان امیرالمؤمنین سوء قصد کرد. جسد لعینش یک هفته اینجا می‌ماند. برگردید. به زندان بر نمیگردم. شما از دروازه خارج شوید. این دو نفر همان کسانی هستند که آن حرامزاده آزادشان کرد. بگیرید بشا. بگیرید بشا. اگر داری بگیرید.